حدود 3500 سال پیش قومی که خود را آریا یعنی نجیب و شریف می‌خواندند از آسیای مرکزی به اطراف رود سند در نزدیکی پاکستان کنونی مهاجرت کردند و با پیشروی به سوی مشرق سرزمینی را که بعدا هندوستان نامیده شد در معرض تاخت و تاز خود قرار دادند. در همان روزگار دسته دیگر از قوم آریا به سرزمینی مهاجرت کردند که پس از آن ایران نام گرفت و دسته سوم هم به اروپا رفتند. آیین قوم آریایی هندوستان برهمایی بود که به برهما خدای هندوان اشاره می‌کرد. آیین برهمایی شکل تمایل یافته آیین آنیمیسم است. این آیین گونه فرهنگ، آداب و سنن اجتماعی است که با تهذیب نفس و ریاضت همراه شده و در تمدن و حیات فردی و جمعی مردم هندوستان نقش بزرگی داشته است. عده بسیاری از تاریخ شناسان این آیین را بسیار نزدیک به آیین ایرانیان باستان می‌دانند. تقریبا اکثر قصه ها و اسطوره شناسی هندو ها از متون باستانی هند گرفته شده است که طی هزاران سال سینه به سینه در بین اهالی شبه قاره هند نقل شده است و طی دو قرن اخیر هم با ترجمه متون باستانی محققان از این متون نشانه ها و دریچه هایی که مربوط به آینده است را کشف کردند. این کشف ها می تواند راه را به سوی آینده روشن برای بشریت مشخص کند. نکته کلیدی در آیین هندویزم این است که آنها اعتقاد دارند زمان به مانند یک چرخه متناوب عمل می کند. هر چرخه در این آیین به مدت 4,320,000 سال طول می کشد و هر چرخه هم از 4 فرس یا به اعتقاد هندوها از 4 یوگا تشکیل شده است. این یوگاها به شرح زیرند: ساتیا یوگا، ترتا یوگا، دروپا یوگا و کالی یوگا. بر اساس متون باستانی هند ما در حال حاضر در آخرین دوره یعنی کالی یوگا قرار داریم، دوره‌ای که 432,000 سال به طول می انجامد و از سال 3120 قبل از میلاد هم شروع شده، سالی که نقطه اوج جنگی حماسی در این آیین بوده است یعنی جنگ کوروکشترا. ما تا به الان چیزی حدود 5000 سال از دوره کالی یوگا را سپری کرده و هنوز هم چیزی حدود 426,000 سال از این دوره باقی مانده. متاسفانه باید این نکته رو به شما یادآوری کنم که بر اساس این منابع باستانی دوره کالیوگا سیاه‌ترین دوره از این چرخه متناوب خواهد بود و همین قضیه هم اولین پیشگویی متون باستانی هندو از آینده بشر است، زیرا در این متون باستانی آمده است که با شروع دوره کالیوگا جهان از همه زمینه‌ها در شیب نزولی قرار می‌گیرد. شما هم به راحتی می توانید با مطالعه تاریخ باستان از شروع دوره کالی یوگا در سال 3000 قبل از میلاد تا به همین الان به راحتی نشانه هایی که در متون هندو به آن اشاره شده است را ببینید. در این متون به این نکات اشاره شده است که از نشانه های این دوره این است که روح اصیل بشر نابود می شود و ثروت و پول و مادیات به عنوان عنصر اصلی مورد نظر انسان ها قرار می گیرد و در نهایت هم فساد همه جا را فرا خواهد گرفت. اما این تازه قرار است که شروع ماجرا باشد، زیرا بعد از این بنابر عقیده متون آیین هندویسم جنگ، قحطی، بیماری و تغییرات آب و هوایی هم به مشکلات انسانها که با آن دست و پنجه نرم خواهند کرد اضافه می شود. اما پیشگویی دوم این متون باستانی چیست؟ شاید پیشگویی اول این آیین در مقایسه با دومین پیشگویی اون خیلی هم بد به نظر نرسه. پیشگویی دوم این متون باستانی در مورد شروع جنگ جهانی فراگیر در کل دنیا است. خوشبختانه در متون هندویسم نوید آمدن منجی می شود که کالکی نام دارد. این متون اعتقاد دارد که این منجی حوالی سال 428,890 و شاید هم زودتر از آن ظهور می کند. در این پیشگویی آمده است که کالکی که ظهور عینی و عملی خدایی به اسم ویشناست بالاخره در یک روز توالی این 4 دوره یوگا را تمام خواهد کرد و دوره زمانی را از فصل اول یعنی ساتیا یوگا شروع می کند که در نهایت تبدیل به دوره طلایی بین زمان حال و آینده خواهد شد. اما تمام این اتفاقات و پایان خوش مربوط به دوره‌ای بعد از یک بازی فاجعه بار که همراه با جنگی ویرانگر است می باشد. جنگی که از آن به عنوان مادر جنگ‌ها یاد می شود و آن را لازمی شروع عصر جدید و صلح‌آمیز برای بشریت می داند. اما با این وجود در این متون باستانی اشاره دقیق و با جزئیات در مورد این جنگ نمی شود و فقط نسبت به وقوع آن هشدار داده می شود. اما با این وجود بسیاری چند گزینه جغرافیایی که می تواند شروع این جنگ در آن اتفاق بیافتد را عنوان کردند. برای مثال
منطقه کشمیر که منطقه در بین پاکستان و هند است میتواند یکی از مناطق شروع این درگیری باشد. همچنان پژوهشگران شبه جزیره کره، دریای جنوبی چین و منطقه خاورمیانه را دیگر گزینه‌هایی می‌دانند که می‌تواند باعث شروع چنین جنگی ویرانگر شود. اما جدا از اینکه این جنگ در کجای جهان اتفاق خواهد افتاد، باید به این فکت توجه کنیم که جنگ جهانی سوم به احتمال زیاد جنگی بر اساس اصول تکنولوژی و جدیدترین فناوری‌ها خواهد بود. و نکته جالب برای شما میتونه این باشه که تصاویر و متن‌های هندویسم همیشه جنگاوران را در حالی نشان می‌دهد که از سلاح‌های جادویی و پیشرفته در تصویر استفاده می‌کنند. و اما سومین پیشگویی که در این متون به آن اشاره شده است مربوط به سفرهای فضایی در آینده است. ویماناس‌ها و یا معبدهایی که مانند سفینه‌های فضایی هستند به دفعات زیادی در متون و نقاشی‌های هندویسم مورد اشاره قرار گرفتند. ویماناس‌ها طبق گفته این متون توسط خدایان هدایت می‌شوند و وظیفه داشتند که انسان‌های برگزیده را به دیگر کرات و سیاره‌ها منتقل کنند. همچنین در مهاراباتا که منظومه شعری برگرفته از همین متون باستانی است، به دفعات زیادی توصیف دقیقی از ویماناها و یا این معبدها شده است. ویماناها در این کتاب تاریخی اینگونه توصیف شدند که دارای نوری خیره کننده و طولانی در هنگام پرواز هستند و صدای بسیار زیادی هم از خود تولید می کنند. همچنین به گفته این کتاب شعر، منبعی که انرژی زیادی دارد در وسط این ویماناها قرار گرفتند و این انرژی باعث به حرکت در آمدن آنها می شود. نوع توصیفی که از این سفینه های افسانه‌ای در متون تاریخی هندویسم شده است، شباهت زیادی به ساختار و کارکرد موشک هایی دارد که در حال حاضر از آنها برای فرستادن فضانورد و ماهواره به بیرون از جو زمین استفاده می شود. و این پیشگویی متون تاریخی هندویسم هم به احتمال زیاد در آینده‌ای بسیار نزدیک با تلاش شرکت‌های خصوصی و دولتی در فرستادن انسان‌ها و سفینه‌های بزرگ به دیگر کرات از جمله مریخ به واقعیت می‌پیوندد. در آخر با ذکر نکاتی تشابه فرهنگ‌های ایران باستان و هند را برای شما نشون می‌دم که بدین وسیله میشه ثابت کرد که این باورهای هندویسم تأثیر زیادی از تمدن ایران باستان گرفته است. دین و اعتقادات مردم هند و ایران در مجموعی از سرودهای باستانی هندی به نام ریگ‌ودا بیان شده است. در ریگ‌ودا و یشت‌ها که بخشی از اوستاز، وجوه مشترک بسیاری که غالباً در لباس عبارات واحدی بیان شده است وجود دارد. آیین کهن آریاییان بر پرستش قوای طبیعت و عناصر و اجرام آسمانی استوار بود. با این وجود از زمان بسیار قدیم خدایان عمده طبیعت دارای خصوصیات اخلاقی و اجتماعی منحصر به فرد خود بودند. چنین به نظر می رسد که قبل از جدا شدن دو تیره هندی و ایرانی از یکدیگر، تفاوتی میان دو دسته خدایان عمده آنها وجود نداشته است. تحقیق قیاسی آیین‌های کهن هندی و ایرانی همگونی و همانندی تصورات دینی اجداد این دو را ثابت می کند و مشخص می کند که رسم و آیین و عادات این مردمان در پرستش آتش، در تایی جام مقدس هوم که به هندی سومه نامیده می شود و در اعتقاد به سخنان حکیمانه با یکدیگر تقریبا هیچ تفاوتی نداشته است و اسم بسیاری از ایزدان و قهرمانان ایرانی و هندی قدیم در کتاب‌های دینی و حماسی هر دو زبان یکی بوده. همچنین تصورات آنها درباره پیدایش عالم نیز با هم خیلی نزدیک است. مثلا در آثار قدیم هندی و ایرانی راجع به سه محیط کیهانی سخن به میان آورده شده است که نشانه هایی مربوط به هر یک از این سه محیط و ایزدان منصوب به آنها از قبیله ایزدان آسمان، ایزدان باد و بوران و ایزدان حاصل خیزی در میان این طایفه ها یکسان بوده. همچنین پژوهشگران تاریخ تمدن هند و ایران از آثار قدیمی دینی و ادبی آنها قصه های مشابه اساطیری و حماسی بسیاری نیز کشف کردند. در آخر امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. از شما میخوام که اگه از ویدیوهای این کانال خوشتون اومده عضو کانال من بشید و با زدن دکمه قرمز سابسکرایب جدیدترین ویدیوهای این کانال رو ببینید.